امروز آدینه 23 اردیبهشت سال 1401 برابر با 13 می سال 2022 سنم هستم، گزارشگر کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی در ایران. همکنون از سوی کمپین گفتگویی داریم با بانو سارا عباسی، همسر منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری از جانباختگان آبان 98. منوچهر بختیاری در ندامتگاه مرکزی کرج سالن 7 در 10 روز اعتصاب قضا به سر میبره و در راستای اعتراض به حقوق اولیه زندانیان در بند حکومت اسلامی به بند جرائم خاص و خطرناک انتقال پیدا کرده است. درود بر شما بانو عباسی عزیز، همسر منوچهر بختیاری. درود بر شما و درود بر ملت عزیز ایران. سپاسگزارم. بفرمایید وضعیت آقای منوچهر بختیاری در زندان همکنون چگونه است؟ همسر من الان حدوداً 3 که به بند 7 بند جرائم خاص انتقال پیدا کرده. مطالبهش هم به خاطر حقوق اولیه زندانیان هست و حقوق اولیه خودش و معلمین و زندانیان سیاسی. بله. 10 روز اعتصابش هست با اینکه مشکلات خاصی داره، از جمله اینکه مدتی حدوداً 1 دست راستش درد میکنه، انگشتانش از کار افتاده و 2 هم هست که به خاطر اعتصابش مشکل معده پیدا کرده. بله. و از امکانات درمانی و اینا هم بی‌بهره هستش. بله. تنها کاری که میکنن اینه که یک شربت معده بهشون دادن که بخوره و اینکه معده‌اش از دردش بیفته. کل کار خاصی برای ایشون نکردن. یعنی هیچ امکانات پزشکی برای سلامت ایشون صورت نگرفته. خیر. وضعیت سلامتیشون همونجور که گفتم دستشون به شدت درد میکنه و آزارشون میده طوری که حتی خوابو از ایشون گرفتن. بعد از نظر روحی هم به خاطر اینی که از ایشان در کل دادخواه فرزند، دادخواه خون فرزند و دادخواه ملت ایران هستند. نه. به یک زندانی سیاسی محکومشون کردند. گفتن شما سیاسی هست. و به جای بند 6 که جرائم مالی و سیاسی اون هست، ایشون انتقال دادن به بند جرائم خاص بخش خطرناک. بله. و ایشون از نظر روحی به شدت افت کرده ولی ایستادگی کرده، چون من همینجا تشکر میکنم از همبندی های ایشون که تو این شرایط همسر منو تنها نذاشتن. بله. من از همشون ممنونم. کدوم همبندی هاشون خانم بختیاری؟ همبندی های بند 7، سالن 7. نامی ازشون میتونید ببرید؟ متاسفانه نام های ایشان رو نمیدونم، چون هم سیاسی توشون هست، اونهایی که باز جریمه شدن اونجا بودن سیاسی. یعنی هم سیاسیون و غیر سیاسیون و هم قاتلین. بله، غیر سیاسیون و سیاسیون در همراهی این حرکت آقای منوچهر بختیاری کنارشون هستن، درسته؟ بله، کنارشون هستن. بله. دقیقاً. خانم بختیاری، شما اشاره کردید به اینکه آقای منوچهر بختیاری رو به بند غیر سیاسیون بردن، جرائم خاص. آیا وکیلیشون تونسته در این زمینه اقدامی انجام بده برای انتقال بازگشتیشون به بند سیاسیون؟ بله، وکیل ایشون آیه شریف‌زاده هستن که بعد از صحبت من با ایشون که همسرم رو انتقال داده بودن به سالن 7، ایشون نامه رو به ریاست شعبه 7 اجرای احکام کرج نوشتن و از انتقال موکلشون منوچهر بختیاری به بند جرائم خطرناک شکایت کردن که گفتن در این نامه که این خلاف آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها میباشد. بله. و گویا گفتگویی که با دادستان داشتن، دادستان کرج، گفتن که ما هیچ کاری برای ایشان نمی‌کنیم، ایشان خلاف زندان رفتار می‌کنه، همین اعتصابات خلاف زندانه. بله. و اینکه حتی ما حاضر به گفتگوی با ایشان نیستیم، ایشان یا اعتصابشو بشکنه یا هر کاری میخواد بکنه و این سلامت همسر منو در پی داره. و اینکه صحبتی هم که همسر من داره در کل به دادستان کرج اینه
که به عنوان قوه قضاییه اگر فرمان اینها میدن خودشون مستقیم باشن و اجرا کنن، نه اینکه دست امنیت کشور باشه. یعنی نیروهای امنیتی مداخله میکنن در... بله، وزارت اطلاعات همیشه دخالت میکنه و حتی دادستان کرج اجازه نداره که به همسر من مرخصی بده برای عید امسال 1401، با اینکه خودشون قول داده بودن و خودشون امضا زده بودن و نامه رو داده بودن که همسر من به مرخصی بیاد و قاضی ناظر بر زندان هم امضا کرده بود، ولی قبل از اینکه خارج بشه از زندان ایشون رو برگردوندن به بند، به سلول، گفتن که امنیت اجازه نمیده شما به مرخصی برید. وکیل ایشون آخرین باری که این اقدام رو انجام داده میشه اشاره کنید که چه تاریخی بوده؟ توی هفته گذشته. بله. یعنی 2-3 روز پیش. بله. خب خانم بختیاری، به عنوان خانواده زندانی سیاسی چه پیامی برای زندانیان سیاسی، خانواده هاشون و مردم ایران دارید؟ با هم همبستگی داشته باشن. بله. تا اتحاد نداشته باشن موفقیتی در کار نیست. اصلا زندانی سیاسی در هیچ کشوری معنا نداره جز این برای این که برای زندگی بهتر برخواستن، برای حق و حقوقشون، برای مطالبه زندگی بهتر بهشون انگ یک زندانی سیاسی رو میزنن و اینها رو به سالهای زیادی محکوم میکنن. خانواده ها رو مجبور به سکوت میکنن تا این زندانیان آزاد بشن، ولی فریبی بیش نیست. ما میخواییم که اینها اتحاد داشته باشن و الان کنار زندانی هاشون باشن، کسایی که عضو خانواده شون هستن و در بند رژیم اسیر هستند. بله. و آخرین سوال من این که آیا شما تونستید تو این هفته جاری همسرتون رو ببینید یا نه، آقای منوچهر بختیاری رو؟ ایشون هم ممنون ملاقات، هم ممنون تماسه. از چه تاریخی؟ کسانی که با ایشون اعتصاب کردن همه هم تماسشون هم ملاقاتشون ممنوع شده. یعنی در مدت این 10 روزی که اعتصاب قضا دارن شما نتونستید ملاقات حضوری یا ملاقات تلفنی داشته باشید؟ سپاسگزارم، براتون آرزو موفقیت دارم. سپاس از اینکه وقتتون رو به ما دادید. خواهش میکنم. بدرود. بدرود.